روز هفتم. با الناتان و نازنین باقستانی. درودهای گرم خدمت شما. میایم من لاتان باقستانی هستم. منم نازنین باقستانی. خوشحالیم در این فرصت با شما هست. بله، خیلی خوشحالیم که یه هفته گذشت تو میتونیم پنجشنبه شب ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا بیام خدمت شما. اگه تو منزل هستید و روی مبلتون نشستید، اگه تو خونه تو ماشین نشستید، هر جا میرید مثل ما تو راکی میمدیم رادیو بانک گوش میکردیم. با امید خدا که در سلامتی هستید. بله، برنامه ما زنده هست. شما میتونید تا یک ساعت دیگه با ما تماس بگیرید. 818-805-3393 منتظر تماس شما هستیم. برای در این ساعت که در خدمتتون هستیم، امروز می‌خوام راجع به اهمیت مشاوره با افراد ذی‌صلاح در این دوران سخت و دردمندی که ما ایرانی ازش عبور می‌کنیم صحبت کنیم. خواهش می‌کنیم که ما باشید و در این چند دقیقه که در خدمتتون هستیم مطالب جالبی رو می‌خوام باهاتون در میون بذاریم. بله، در این روزها سختی و دردهایی رو میبینیم و شاهد هستیم که عزیزان ما چقدر دردمند هستن، چه خبرهای بد میشنویم و چقدر مهمه که این دردها رو تو خودمون نریزیم. با یه نفر صحبت کنیم. درسته. و ببینیم که ما چرا این مشکلات ما رو اذیت میکنه. بله. بله، بسیار مهمه که واقعا در این زمان سختی بتونیم آرامش و اون تسلی و اون در واقع امیدی که لازم داریم رو دریافت بکنیم و موضوع مشورت که میخوام راجع صحبت کنیم بسیار میتونه کمک کنه. ما اعتقاد داریم که مشورت با افرادی که میتونن ما کمک کنن بیش از هر چیزی دیگه میتونه مؤثر و مفید باشه. هفته گذشته صحبت کردیم که علت و معلولای زیادی وجود داره که ما در دردا میفتیم. بعضی از اونها رو خودمون مسببش هستیم، بعضی ها رو جامعه هست، یعنی افرادی که از بیرون هستن. حالا میتونه هم خونه ما باشه، همسر ما باشه، متاسفانه میتونه همسایه ما باشه. در کیسی که الان کشور عزیز ما هست، دولت هستش که بیش از هر وقت دیگه داره اون رو اذیت میکنه، که میدونم خیلی از ما ایرانی هم که در لس آنجلس هستیم این موضوع رو خوب درک کردیم. من خدا شکر میکنم که ایرانیای عزیز پشت هموطنان داخل کشور ایستادن و در این قسمت یاریشون میکنم.
بله، چقدر مهمه که ما یه تکیگاهی داشته باشیم. درسته. یک نفر که بتونیم بهش اعتماد کنیم، باش صحبت کنیم، از دردهامون باهاش حرف بزنیم، درد دل کنیم. و خیلی مهمه. و همطور که گفتید ایرانی های ما در داخل کشور تنها هستند، ولی ایرانی هایی که بیرون و در اروپا، در آمریکا، جاهای مختلف هستن، میبینیم که چطور دارن حمایت میکنن. بله، در این 50-60 روزی که ما این حوادث رو داریم میبینیم و میشنویم شاهد هستیم، من با ایرانی هایی که اینجا هستن صحبت میکنم، میبینم که واقعا چقدر عزیزان ما دردمند هستن. شاید برای ما هم بیشتر باشه، به خاطر که خارج از کشوریم و از دور داریم مشاهده میکنیم و مسلمان چی که ما داریم در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، در تلویزیون‌هایی که اینا رو برای ما منعکس میکنن میبینیم، قسمتی از اون چیزیه که در داخل کشور داره اتفاق میفته. تو این هفته این جوانی که متاسفانه 40مش بود، چقدر نگاه کردن به تصویر او درد رو در ما وجود آورد. ولی به هر حال ما که اینجا هستیم، میسری کارا رو میتونیم بکنیم، میسری کارا نمیتونیم بکنیم، ولی مهمه که مشورت بکنیم و مهمه که در این دردها باقی نمونه. بله، قطعا مشاوره با افرادی که کاربلد هستن، اسمشون گذاشتن، متخصصین، واقعا میتونه مفید باشه. حالا نه فقط در این اموری که به داخل کشور مربوطه، بلکه به زندگی خود ما در همین جا، در همین آمریکا، خیلی هستن در چالش‌های مختلفی هستن. حالا گاهن این چالش در خانهشون هستش، در فرهنگ اینجا هستش، گاهن در اجتماع هستش که ما مشاهده میکنیم، ولی احتیاج به کمک بیشتر داره و بسیار مهمه که بر اساس تجربه و علمی که اون عزیزان دارن بتونیم در واقع کمک موثری ازشون دریافت بکنیم و اجازه بدیم که آنچه که اونا کسب کردن، به حال درس خوندن، تجربه دارن، بتونن به ما منعکس بکنن. مثلا مشاوره در امور مختلف زندگی مثل تحصیل، شغل ما، مسائل خانوادگی، ازدواج، تربیت فرزند، اختلالات رفتاری، حتی روحی و خلقی هم چیزی هستن که ما بهش احتیاج داریم. من دوباره یه آیه رو پیدا کردم در کتاب امثال سلیمان، در واقع کتاب مقدس. سلیمان حکیم میگوید که بی مشورت تدبیرها باطل میشن، با مشاوران بسیار به ثمر میرسد. بسیار مهمه که حالا ایشون 3000 سال پیش داره اینو میگه تقریبا، که چقدر مهمه که ما مشورت داشته باشیم با کسی. بله، در این دوران در دنیای زندگی میکنیم که ما در معرض خطر هستیم، در دنیای زندگی میکنیم که افراد جور و جور با شون سر کار داریم، چه همکارانمون، چه در مدارس، چه دانشگاه، حتی بیرون روزمره با افرادی مواجه میشیم که این افراد میتونن به ما صدمه بزنن. درسته. یا میتونن کمکمون کنن، یا میتونن ما رو اذیت بکنن، آزار بدن، حتی تو خانوادمون. پس چقدر مهمه که ما در این دنیا تنها نمونیم و همونطور که گفتید با افرادی که متخصص هستند و افرادی که میتونیم بهشون اعتماد کنیم. درسته. چون مشورت خیلی مهمه، همونطور که سلیمان با اون همه حکمتش تنهایی مطمئنم هیچ کاری رو نمی کرد. بله. تنهایی هیچ تصمیمی رو نمی گرفت، حتما مشورت می کرد، چون به ثمر می رسه. اگه مشورت نکنه باطل میشه. درست. آن چیزی که درست میکنه، اون خونه ای که میخواد بنا کنه، اگه بدون مشورت و تنهایی، متاسفانه ایرانی ها همش میخوان خود رو
باشن، تنها خودشون تصمیم بگیرن. بله. ولی با مشورته که ما میتونیم کارمون رو به پیش ببریم. درسته، در حالی که ما ذره مسئله داریم، در فارسی میگیم همه چیز رو همگان دانن. البته حالا میرسیم به این که هر کسی نمیتونه که در قسمت مشاوره ما کمک کنه و گاه هم بعضی مشاورات غلط کار رو خراب کرده. ولی من و شما که تو کلیسا بزرگ شدیم شاهد بودیم، حالا از زمینه ارامنه و آشوریا بیشتر به کلیسا منتقل شده، چون ما که از زمینه فارسی هستیم زیاد تجربه نداشتیم این قسمت. در ازدواج ما زوجی داریم کنار عروس و داماد میستن، بهشون میگیم ساقدوش، ارامنه میگن کاور. کاور ما یه آقای ارمنی بودن که الان پیش خداوند نفوت کردن متاسفانه، ولی فکر میکردم چقدر مهمه که یکی از وظیفه های این ساقدوش اینه که تا آخر عمر کنار این زوج هستش. حالا بعضی این کارو میکنن بعضی نمیکنن، ولی چقدر مهمه که مثلا به حال تو ازدواج چالش های هستش، مسائل مختلفی وجود داره، فکر کنید تربیت بچه هست و فرض و نشیبایی که این ساقدوش میتونه کمک کنه. و خب حالا اگر ما دسترسی به کلیسا نداریم یا اینکه ساقدوشی نداریم، باز همیشه خوبه که یک زوجی باشن که بتونن یک چیزی رو به خانواده ما، به ازدواج ما کمک کنن، اضافه کنن. ولی در همه امور هست، مثلا در امور تحصیلی، و من وقتی به شبکه‌های در واقع رسانه‌های صوتی تصویری این شهر نگاه می‌کنم به زبان فارسی، ما متخصصین بسیاری داریم در همین رادیو و نکم من می‌بینم که بعضی عزیزان هستن که متخصصن، چقدر می‌تونن کمک کنن. ولی علم به این که من احتیاج دارم کمک بگیرم، این اولین قدمه. یعنی گاهی وقتی ما فکر کنیم من نیازی ندارم، خودم کارش میکنم دیگه، از اختش برمیام، ولی وقتی میری جلو و جلو تر میبینی که مشکل داری. و دقت کنم در فرهنگ ما ایرانی ها خیلی از وقتا ما تو همه چیز اظهار نظر میکنیم، میگیم فوتبال، طرف میگه ببین اینجوری باید بکنیم، میگیم مثلا پزشکی. دیروز که یک دوستان سنگکلی داشت میگفتن که در کلیسای ما 10 نفر تجویزات مختلف خانوادگی کردن، مثلا گفتن اینو بخوری خوب میشه. واقعیت اینه که باید از یک پزشک پرسید، از یک کسی متخصص پرسید، حالا اونا هم لزوما منظورشون بد نیستش، ولی چه خوبه که ما مشاوره کنیم و مشاوره پذیرم، مشورت پذیرم باشیم. من بسیار به این موضوع اعتقاد دارم، خودم در زندگیم حتی در خدمات که میکنم حداقل به 3 نفر جوابگو هستم و از اونا کمک میگیرم. بسیار عالی. حالا خصوصیات این مشاور چی باید باشه؟ با هر کسی که نمیتونیم مشورت کنیم. نه با هر کسی نمیشه. نه باید این کارو بکنیم. یعنی کسی که حکمت داره و هر کسی حرفشو نمیزنه. میدونم ما ایرانی ها باز دوباره تو فرهنگ خودمون عادت داریم همه چیزو میخوام همه جا بگیم، ولی گاهن
من یاد یوسف پیامبر میافتم. ایشون وقتی جوان بود یه رویای دیدش، وقتی رویا رو دید با برادرای خودش در میون گذاشت، با غریبه در میون نذاشت. ولی جالبه که برادرش شدن دشمن جونش، اونو تو چاه انداختن و بعد بلایی که اکثر ما ایرانی ازش خبر داریم بر سر ایشون اومدش. پس نباید هر جای صحبت کرد و به هر کسی گفتش، ولی به کسی که متخصص خصوصیت خوبی دارن میتونیم راجعش صحبت کنیم. یکی از این خصوصیات این افراد یا مشاورین باید اینطور باشه که راز نگهدار باشه و امین باشه، مورد اعتماد، بتونیم بهش اعتماد کنیم و رازهامونو بگیم. درسته. چون وقتی که ما دردمند هستیم، ما ضربه دیدیم و از کسی شاید ناراحت هستیم، خیلی ساده نیست که خودمونو باز کنیم و بخوایم تمام درد دلهامونو به یه نفر بگیم. درسته. چون خیلی خصوصیه و یک رازیه بین ما و خدا. خدا از همه چی خبر داره. بله، اون از همه چی خبر داره. ولی باید به یک کسی که رازنگهدار باشه و ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. درسته. و بتونیم حرف دلمونو بزنیم. اگه اعتماد نداشته باشیم، خب همه چیزو باز نمی کنیم براش. درسته. و مواظبیم چی داریم میگیم. پس خیلی مهمه. درسته. و بعد برنامه ریزی کنیم. اون مشاور باید برام برنامه‌ریزی کنه. آره، خیلی مهمه. که من اتفاقا داشتم صحبت می‌کردم، یاد دوست خوبمون افتادم، دکتر اشکان املشی، که ایشون در واقع متخصص هستن در این موضوع. یک بار به من گفتش که ما وقت که تحصیلاتمون تمام می‌شد به ما گفتن که باید رازنگهدار باشی و برنامه‌ریز باشی. و معمولا اینا از نظر علمی وقتی به قضیه نگاه می‌کنن و کار می‌کنن این ترتیبات رو دارن. و می‌دونم شما هم تو تیمی که باهاشون کار می‌کنین، عزیزانی که مشاور هستن، همینطورن نه؟ بله، سر نگهدار هستن. بله، کاملا. کاملا. کاملا اون مشورتی که میدن یا چیزهایی که میشنون کاملا خصوصی هست. درسته. و خیلی مهمه که ما راز نگهدار باشیم. درسته. و خصوصیت دوم یا سوم این مشاور باید آگاهی بده، باید اطلاعات به ما بده، باید خودش دانشمند باشه، خودش بدونه، تجربه داشته باشه، اطلاعات کافی داشته باشه تا بتونه ما رو در اون زمینه کمک کنه. ما اگه با یه نفر بریم مشورت کنیم که هیچ اطلاعاتی نداشته باشه، خودش هم ندونه چه جوری حالا میخواد به ما کمک کنه. درسته. در این مورد پس فایده ای نداشته اون صحبت و مشورت ما. آره، ما تو اصل زندگی میکنیم که در هر تخصص عزیزان هر چمقی بار یک سری ورکشاپ ها دارن، یک سری سمینار ها دارن، میرن دوره میبینن. فکر کنیم مثلا اگر شخص تخصصش توی کامپیوتر هستش، هر چبقی بار اون تیمی که باش کار میکنم میگم بیاین ما خواهم شما رو اپدیتتون بکنیم تو روزگار چی میگذره. پس اگر آگاهی نداشته باشه اون شخص، بده به شخص کمک بکن یه قدم بره جلوتر، کار خاصی نکرده. شاید رازنگهدار باشه، شاید کسی باشه که برنامه میتونه بده، ولی باید بتونه آگاهی به اون شخص بده یا به اون زوج بده اگر در مورد امور ازدواج هست، که اونا بتونن یه قدم برن جلوتر، بگن ما بعد از این ملاقات کردیم نتیجه گرفتیم که حالا این کارو بکنیم بهتره. البته در صورتی که طرف مراجعه کننده باید تعلیم پذیر باشه، یعنی حرف گوش کن باشه. شما اگه برید پیش پزشک شما میگه این دارو بخور و نخورید، خب دارو هر چه قدم دکتر هر چه قدم تحصیل کرده باشه رو شما تاثیر نذاره، نخواهد داشت. ولی وقتی شما گوش میکنید، انجامش میدید، مثلا میگید ببینید دارو میگه این ساعت باید بخوری، شما میتونید بگید نه اون موقع میخوام بخورم، مثلا خودم هر وجود دلم میخواد انجام میدم، باید طبق استانداردی که پزشک میگه. در امور مشاورم همین هستش که اگر ما میری پیش مشاور خوب و با تجربه چیزی رو ما میگه و بتونیم گوش بکنیم و انجامش بدیم، وگرنه تاثیر مثبتی نخواهد داشتش. پس خصوصیت بعدی این چنین مشاور اینه که راه عملی به ما نشون بده. درسته. یعنی فقط صحبت نباشه، بلکه قدم به قدم ما رو هدایت کنه و پرکتیکال باشه و راه‌های عملی به ما نشون بده تا اینکه ما بتونیم آزاد بشیم از اون دردمون، از اون مشکلمون، یه کارهای عملی انجام بدیم. چون اگه خب مطلع باشه، آگاه باشه، متخصص باشه، درد ما رو گوش کنه و همجوری ما رو ول کنه،
مثلا برو تا هفته دیگه. درسته. خب چی؟ من برم تا هفته دیگه چی کار کنم؟ درسته. پس قدم های عملی، راه های عملی که ما رو کمک کنه از اون درد ها و رنج ها آزاد بشیم. درسته. و خصوصیت بعدی این مشاور اینه که شخصی باشه که ما رو تشویق کنه. درسته. میدونی محکوم نکنه. خیلی مهمه. یا بگه که او خودت مقصری، این چه کاری تو کردی، تو نمیدونم اشتباه کردی، محکوم. نه، یه مشاور باید تشویق کنه، بگه که بله درسته اشتباه کردی، ولی تو میتونی درستش کنی. درسته. میتونی این کارو بکنی. باعث تشویق بشه و ما رو حمایت کنه در اون چیز، نه ما رو مایوس و ناامید کنه. خیلی مهمه. حتما در بخش بعدی که برمیگردیم باز آگهی راجع به موضوع صحبت میکنم. من فهمم شما تجربه خودتون بگید، چون خیلی با شما تماس میگیرن، تروما تو زندگیشون دارن و حتما میتونید مثالی هم بزنید که موثر باشه. ولی عزیزان ما باشید، میریم با هم یک شعر کوتاهی گوش میکنیم و اعلانات رادیو رو میشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم. با ما باشید. خدایا به ایران زمین رحم کن، به خاکم به این سرزمین رحم کن، به مهد خشایار و کوروش، به ما، به این مردمان حزین رحم کن. خدایا ببین اشک چشمان ما، ببین درد و رنج یتیمان ما. خدایا اگر کاهنان تو ایم، به این ملک ویران شده رحم کن. به بندست شر و دهان شریر، شکن تیر و گرز و سلاح شریر. ببین غارت ملت و جان ما، خدایا بر این سرزمین رحم کن. خدایا توی دشمن ظالمین، به ضد ستمکار و دزد لعین، توی داور و منجی جان ما، خدایا تو بر ملتم رحم کن. تو هم سرور صلحی و راستی، حقیقت توی ضد ناراستی، تو فریادرس زخمی و بینوا، به نام مسیح ای پدر رحم کن.
کریسمس امسال گرد همایی ایرانیان با شکوه تر از هر سال در کنار هنرمندان ایران زمین. از جمعه 23 تا دوشنبه 26 دسامبر 3 شب و 4 روز اقامت در هتل‌های بلیز و پاریس، همراه با برنامه‌های هنری، موسیقی و نمایش. شروع قیمت از $149. بله، $149 برای هر نفر. برای اطلاعات بیشتر با شماره 818-251-8009 تماس بگیرید. 23 تا 26 دسامبر. از همکاران ما درباره ترانسپورتیشن و همچنین گرد همایی های اعتراضی در حمایت از خیزش سراسری ایرانیان در لاس وگاس سوال کنید. 818-251-8009 و johniran.com. امروز نهار مهمون شماییم؟ شرمنده، دارم میرم دفتر نظام نجات واسه وام خونم. ریفایننس کردی؟ نه، وام دوم دارم میگیرم. وام دوم؟ آره، نظام نجات میتونه تا 85% قیمت خونت واسه وام دوم بگیره. مقدار بدهی خونه رو ازت کم میکنن، بقیهشو به خودت میدن. تو که سلف ایمپلوی هستی، تکس ریترنت چی میشه؟ نظام نجات بدون ارائه تکس وام دومو میگیره. اونم فقط با 24 ماه بانک استیتمنت. یه موقعم خواستی پیافش کنی، پری پیمنت پنالتی هم نداره. واسه اینوستمنت پراپ پرتیزم میگیره؟ بله، اونم در سر تا سر آمریکا. تازه بانک استیتمنت هم لازم نداره. خیلی خوبه. شماره نظام نجات میدی؟ شماره یه رایگانش هم 800-205-825-45 800-205-825-45. در این روزهای سخت اقتصاد جهانی، مراقبت از اقتصاد فردی را فراموش نکنید. کادر مجرب، آگاه و منظم ACN Credit با مدیریت کامبیز رزاقی آماده است تا در این تنگنای اقتصادی در کنارتان باشد. ACN Credit با تکیه بر تجربه 10 ساله و با بهره‌گیری از متخصصین ورزیده و دلسوز، با شاف کامل بر قوانین جدید کردیت چه شخصی و چه تجاری، میتواند شما را در امر کاهش یا بخشودگی بدهی، افزایش کردیت، از بین بردن نقاط منفی و همچنین اخذ انواع وام و دیگر تسهیلات اقتصادی یاری دهد. کامبیز رزاقی به شما پیشنهاد میکند اگر بر اثر همه‌گیری متحمل خسارات اقتصادی شده اید، بیدرنگ با ACN Credit تماس بگیرید. شماره روابط عمومی ACN Credit 818-743-40-40 818-743-40-40. خبر خوب چی شده؟ هیچ، صاحبخونه میخواد خونه رو بفروشه بدون مستاجر. بازم رفتنی؟ ای بابا، امروز چندومه؟ 27 بعد من سب این برق میگذره. از صبح تالا 10 خونه دیدم، هیچ کدوم مناسب نبود. تازه خوبشم که پیدا بشه، آخرش که باز همینه. حال که میتوان در این کشور با گرفتن وام بانکی و پرداخت اقساط ماهیانه به جای اجاره به راحتی صاحب خانه ایده‌آل شد. مهرداد آوا با بهره‌گیری از کارآزمودگان امور مسکن شما را صاحب خانه می‌کند. کلید خانه شما در دستان ماست. میگم ها، خونه خود آدم خیلی بهتره نه؟ آره. 818-522-2115 818-522-2115. عضو 08 ایرانیان، مهرداد آوا. رادیو ولک. کریسمس امسال در لاس وگاس، گرد همایی ایرانیان همراه با تسهیلات فراوان. از جمعه 23 تا دوشنبه 26 دسامبر 3 شب و 4 روز اقامت در هتل‌های بلیز و پاریس، موسیقی و نمایش. شروع قیمت از $149. بله، $149 برای هر نفر. برای اطلاعات بیشتر با شماره 818-251-8009 تماس بگیرید. 23 تا 26 دسامبر. از همکاران ما درباره ترانسپورتیشن و همچنین گرد همایی های اعتراضی در حمایت از خیزش سراسری ایرانیان در لاس وگاس سوال کنید. 818-251-8009 و johniran.com. Thank you.
برنامه‌های متنوع با به هر سلیقه‌ای در رادیوی 24 ساعته ونک. بله شنوندگان عزیز، برمیگردیم. الاتان باقستانی هستم، شما برنامه روز هفتم رو گوش میکنید با همراه همسرم نازنین جان. خوشحالیم که میتونیم امروز با شما صحبت کنیم بعد از این شعر زیبایی که از مهرداد عزیز شنیدیم که چقدر ملی مذهبی بوده، به عبارتی خیلی مؤثر بود. داریم راجع به این صحبت میکنیم که چقدر اهمیت داره که ما در سختیهایی که در زندگیمون باش روبرو هستیم و دردها، یک مشاور خوب کنار خودمون داشته باشیم. اگر به بخش اول گوش کردید، ما صحبت کردیم که یک مشاور خوب کسی که رازنگهدار و امینه، و بعد گفتیم که این شخص، حالا خانم یا آقا فرق نمی کنه، برنامه‌ریزی داره برای مراجعه کنندش و نه فقط همین، آگهی دهنده است و راه حل رو نشون میده، و در آخر گفتیم تشویق میکنه ما رو. حالا برمیگردیم، میخوایم راجع به خصوصیات دیگه مشاور صحبت کنیم، ولی دوست دارم که بعد از یک قطعه موزیک برمیگردیم نازنین جون راجع به تروماهایی که مردم باشون در میون گذاشتن که با ما صحبت کنن. بله خیلی مهمه یک مشاور خوب. درسته. مشاور مورد اعتماد، مشاوری که راه عملی به ما تجویز میکنه. بله. مشاوری که تشویق میکنه و مشاوری که هم درد با ما. درسته. ما نمیتونیم با کسی مشورت کنیم که نتونه هم دردی کنه، نمیتونه دردهای ما رو بشناسه. درسته. و همطور که گفتید، من و تیم من، ما مشاورینی هستیم که مخصوصا در تراما ترینینگ دیدیم. بله. درس خوندیم و الان سرتیفای هستید. بله. و الان حدود 10 ساله که مشورت میدیم. و عزیزان میتونن هر وقت 24 ساعت 7 روز هفته با ما تماس بگیرن. بله. و رو خط ما تلفنی میتونیم بهشون مشاور بدیم. چه خوب، و این رایگانه. بله. شماره تلفن هم بهشون بدید عزیزان اگر میخوان با شما تماس بگیرن. 201 امریکا 347 464 3000. شماره تلفن روندی، البته شماره تلفن رادیو ونک هم هست، اگر تماس میگید حتما عزیزان به ما معرفی میکنن شما رو. 818 805 3393. بریم برگردیم مثلا جان، یه دونه از این تروما ها رو تعریف کنیم واسه ما. باش. میشنم از شما نازنین. بله، تروما ها که زیاد هستند، میشه آسیب روحی، تروما به فارسی. بله. آسیب های روحی و روانی متاسفانه، و ما عزیزی داشتیم در ایران که
مادر پدر او را از بچگی دو سه سالش بود خیابون رهاش کردن و این بچه همجوری خیابون بزرگ شد. درسته. و با یک خانمی دوست شد و رفت با اون زندگی کرد، بزرگ شد و وقتی که حدود 22 سالش بود با ما تماس گرفت و به عیسی مسیح خداوند ایمان آورد و سالهای سال با ما مشورت میکرد. درسته. و خیلی زخم ها داشت، خیلی زخم های روحی. میدونین زخم های روحی چون دیده نمیشه، درسته، خیلی شخص رو اذیت میکنه و میتونه به راحتی اونا پنهان کنه. بله. و اگه مشورت نگیره، اگه با کسی صحبت نکنه، این پنهان کردن مفید نیست براش و همین جوری این زخم ها عمیق و عمیق و چرکین میشه. و بعد از سالها مشورت با ما حتی از کشور خارج شد و الان میدونیم که ازدواج کرده و خودش هم یه بچه داره. ولی خیلی طول کشید و میگم ما رهاش نکردیم و همچنان با ما در ارتباط هستش و بعضی زخما سالها طول میکشه. درسته. تا افراد خوب بشن. بله. پس به عبارتی اشاره کرد که خیلی خیلی مهمه و یه مشاور باید داشته باشه و اون صبره یا صبر بودن هستش. بسیار مهمه که در چنین شرایطی طرفی که داره مشورت میده صبور باشه، نه فقط همدردی کنه بلکه خوب گوش کنه. من میدونم که متخصصین کار میکنن، من خودم این وقت موقعیت پیش نمید که برم باشون صحبت کنم، ولی یه مشاور خوب کسی که گوش دهنده خوب هستش، یعنی گوشای خوبی داره برای شنیدن. همونطور گفتید نه که بشنوه ایراد پیدا کنه بخواد اونو محکوم کنه، چون اصولا محکوم کردن چیزی رو درست نمیکنه، بلکه راه حل رو پیدا کردن و پیگیری کردن و پیشنهاد کردن چیزیست که بسیار بسیار مهمه. و هدف اینجاست که افراد از زیر این بارها و دردها و سختیهایی که بودن، حالا مثلا مثل این دوست عزیزی که گفتید از بچگی این اتفاق برش افتاده، بتونه از اون آزاد بشه، که اگه آزاد نشه ما در جامعه خودمون با پدر یا مادر روبرو خواهیم بود که یک بار رو با خودش هم کرده برای سالهای سال و حالا او به نسل بعدی میده، حالا بر ازدواجش این دیده میشه، در تربیت بچه هاش دیده میشه، حتی در اجتماع دیده میشه. پس شما امروز میبینید در لس آنجلس که ما زندگی میکنیم یه دفعه یه نفر میاد و اسلحه رو برم داره و یه کاری میکنه که نباید بکنه. خب این یک زمینه‌ای داشته، اینطوری نبوده که یه شب این اتفاق افتاده، میتونه که از اون موارد همین باشه، طرف از این ترامای خودش آزاد نشده یا فرصت پیش نیامده که با یه مشاور خوبی صحبت بکنه که بتونه بهش کمک بکنه. پس در نهایت هدف اینه که اون شخص آزاد بشه، شفا پیدا کنه و در نهایت خودش آرامش داشته باشه. میریم با هم دیگه سرود میشنویم از جوزف عزیز، اگر آقای استیو آماده هستیم خیلی کمک میکنه. میدونم که این سرودی هم که جوزف جان تهیه کرده خیلی با شرایط ما و صحبت ما همخونی داره و در این شرایط خاص که در ایران هستیم. اگه آماده هستیم با خوشحالی میشنویم. چقدر آه دل و عشق و شکایت، بیارم درگهت جانم فدایت، چقدر تنگی و ظلم و جور و سختی در این دنیای خالی از حمایت، چقدر سوز و گداز روح خسته، چقدر قلبهای تاریک و شکسته، چقدر فقر و آه درد بی‌نوایی، چقدر تنهایی و درد جدایی، چقدر ماتم ز انسان‌های فانی، چقدر دوری و تنهایی سیاهی. بیا ای مرهم روح و روان ها،
جان خسته تسلی باش بر روح شکستم. منشأ عشق و محبت تو، بردار این همه بار گران را ز دوش و قلب و روح و فکر و جان ها، تو که تنها امید مردمانی، تو که تا ابد با ما میمانی. بیای سالی باش بر این روح شکستم. بله، برمیگم خدمتتون. الاتان باقستانی هستم به همراه همسر گلم نازنین جان که با همدیگه داریم راجبه در برنامه روز هفتم داریم راجبه اهمیت مشاوره با افراد زیرسلا صحبت میکنیم که البته دنیاییه با خودش. ولی میخوام یه موردی رو بگم باز این سود زیبایی که از یوزف شان شنیدیم، خیلی هم ممنون برای این قطعه، که چقدر اهمیت داره با خدا مشورت کنیم. من خدا نذاشتم آخر سر که بگم، ولی نکته مهمیه. ما چیزایی گفتیم که فنیه و مهمه که متخصصیم ما کمک کنن، افرادی که تجربه دارن صحبت کنن، در این قسمت وارد بشن، ولی بزرگترین مشورت یا مشاوره با خود خداست که شما هم در ابتدای فرمایشاتون گفتید نازنین جون که چقدر مهمه که ما بتونیم با خدا صحبت کنیم. و هر ایرانی از هر طیفی که داره این رادیو رو گوش میکنه، حالا اگر دوستان عبری زبان هستن، یهودی هستن، مسلمان هستن و یا حتی مسیحی هستن، یه نوعی به خدا اعتقاد دارن. پس چه خوبه که یا با راز و نیاز آشنا هستن، چه خوبه که دلمون رو برای خدا باز بکنیم، از او بخوایم که ما کمک کنه، چون اقلا کسی ما رو محکوم نکنه و اگه در واقع حقیقت داشته باشه خدا خداست دیگه. پس این هم یکی از نکاتی که خواستم اشاره کنم. ولی به ما بگی که مشاوره چقدر مؤثره، چرا لازمه که ما مشورت کنیم به کسی؟ خب کمک میکنه شفا پیدا کنیم، کمک میکنه که آزاد بشیم، کمک میکنه که حتی خودمونم خودمونو بشناسیم. درسته. چون بعضی وقتا ما نمیدونیم چرا. بعضی زخما هستش که انقدر ما اونها مخفی کردیم، انقدر اجازه ندادیم که بروز بده، که خودمونم فراموش کردیم. درسته. بعد پرخاشگر هستیم، عصبیم، بعد میگیم که چرا من اینجوری هستم. بعد که میریم مشورت میکنیم، مشاوری که آگاه هستش و میتونه ما رو کمک کنه، سوالهای مفیدی میکنه که ما بریم تو فکر، ما به یادمون بیاد زخمهای گذشته رو، ما رو کمک کنه که بتونیم ببخشیم. و بعضی کینه ها هست که همین جوری با ما همراهه. درسته. و این جلوی
برکت ما رو میگیره، جلوی پیشرفت ما رو میگیره. و چقدر مهمه که مشاوره حتما انجام بدیم تا اینکه خودمون رو بشناسیم، تا از دردهامون آزاد بشیم، تا زخمامون آزاد بشیم، تا آرامش پیدا کنیم. درسته. و خودمونیم که در نهایت برکت میگیریم. بس بدترین چیز اینه که ما اونو ایگنورش کنیم، یعنی بگیم ببین مهم نیستش، مال قبل بوده، بذاریم بره. مثل اونه که در بدن شما خدا نکرده زخمی باشه، شما اونو مداواش نکنه، بمونه تبدیل به یه چیز خیلی بدی میشه. بله. و ما داشتیم، یه دوست عزیز داشتیم که در چند ماه گذشته متاسفانه یه قطعه از بدنشون رو قطع کرده بودن و ایشون میگفت چند سال پیش من فقط پام پیش خوردش و اینو رسیدگی نکردیم، جدی نگرفتیم و به مرور زمان این چرک میکنه و دکتر گفته متاسفانه باید قطعش کنه. پس در امور احساسی و عاطفی هم همینطور هستش. اگر من از بچگی ابیوز شدم در مدرسه، متاسفانه ما ایرانیان کم ابیوز نشدیم، اگر در ازدواجم ابیوز شدم، یک اشتباهی که فکر کنم در فرهنگ فارسی ما بهش عادت کردیم اینه که میگیم صورت با سیلی سرخ کن کسی نفهمه مشکل چیه. خیلی اشتباهه. در آمریکا اگر شما دارید ابیوز میشید، حق دارید که تماس بگیرید، به پلیس بگید، حق دارید که اینو گزارش بدید و اگه گزارش ندید شما مقصر هستید. مثلا اگر بنده در همسایگی خودم میبینم یک موردی وجود داره که این اواخرم شدش اومد، اما پرسیدم گفتم همسایه شما بچه‌شو میزنه، گفتم حقیقتش ما تو خونه‌شون نیستیم، ولی میان رسیدگی میکنن. یه خود این فرهنگ خوب رو بعد به خودمون عادت بدیم، صحبت کنیم، اگه دردی هست، البته به هر کسی نه، اگر دردی هست با یک شخصی که زیصلاح هست، اسمش هم گوشتیم، مشاور زیصلاح، صحبت کنیم و به امید خدا از این شرایط آزاد بشیم. در نتیجه مشورت خوب خیلی گرانبهاست، خیلی گرانبهاست. ما گاهی وقتا برای همه چی پول خرج میکنیم، ولی برای دریافت اون چیزی که میتونه ما کمک کنه پیشرفت کنیم نمیخوایم این کارو بکنیم. یک مشاور خوب محبت داره، احترام قائله، شفقت داره، فروتنه. یه نفر گفته که در کارهای خودت با افراد خود و ترس مشورت کن تا راه درست رو بیابید. اگر شما در جنوب کالیفرنیا هستید، در رادیو خوب و نکو گوش بکنید برنامه روز هفتم رو، میتونید با ما تماس بگیرید. من نازنین جون در اختیارتون هستیم، تیمی که با ما هستن، شما میتونید حتی در مکانی که ما جمع میشیم یک شنبه ها تشریف بیارید، یعنی کلیسا، اونجا شما نزدیک ببینیم. اگر نه، در یک جایی با هم قرار بذاریم صحبت بکنیم، ولی حاضریم که شما رو خدمت کنیم و در واقع کنار شما بایستیم. شماره تلفن ما، یعنی شماره تلفن من، 818-522-1525. ولی اگر میخوای با مشاورینی که نازنین جون باشون کار میکنه تماس بگیرید، 201-347-344-3000. خوشحال میشیم که شما عزیزان رو کمک کنیم، براتون دعا کنیم و هر طور لازمه به شما مشاوره بدیم. لازم نیست که در درد خودمون باقی بمونیم، این اراده خداست که ما شفا بیابیم و زندگی بهتر داشته باشیم. حیف زمان ما داره تمام میشه، دلمون تنگ میشه. تا هفته بعد که بگم خدمتتون، میدونم که این برنامه خوب روز هفتم دو سه بارم پخش میشه دوباره تکرارش، حتما با رادیو در تماس باشید با عزیزان و این برنامه و رادیو رو به دیگرانم در واقع تشویق کنید که گوش بکنن و ارائه بدید بهشون، که مطمئنن برنامه خوبی که در طول هفته هفت روز هفته 24 ساعته است میتونه در قسمتی از زندگی شما مفید باشه. بازم خیلی ممنونیم از
مهندس شبکه آقای استیف که با ما هستن و بودن، خیلی موزیکای قشنگ و خیلی صدا رو خوب به گوش شما رسوندن. آرزو میکنم هفته خوبی داشته باشید، تا هفته بعد که پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون.